خب دوستان، شروع میکنیم. سال 165. درایوینگ یعنی رانندگی، فریزینگ یعنی سرد یا یخ زده، کاندیشن یعنی شرایط، ون یعنی وقتی که، اپروچینگ یعنی نزدیک شدن، شارپ یعنی تند، بند یعنی قوس. خب میگه شما دارید رانندگی میکنید در شرایط یخی یا در شرایط سرد، چه باید شما انجام بدید وقتی که نزدیک میشید به یه قوس تند؟ قسمت دی جوابش اسلو داون میکنیم، یعنی سرعتمون رو پایین میاریم. بی فور یعنی قبل از اینکه ریچ یعنی رسیدن، بند یعنی قوس، میگه سرعتمون رو پایین میاریم قبل از اینکه برسیم به قوس. سوال 166، ترنینگ لفت یعنی میخوایم بپیچیم به چپ، اسلیپری یعنی سر بودن، رود یعنی جاده، بک یعنی عقب، یور ویکل یعنی ماشینتون، اسلایدز یعنی سر میخوره، میلغزه، رایت یعنی راست. خب شاید برای همتون پیش اومده باشه، اونایی که رانندگی کردن، میگه که منظور سوال این رو میگه، میگه شما دارید میپیچید به سمت چپ در یک زمینی که لغزنده است، در یه جاده‌ای که لغزنده است، چه باید شما انجام بدید اگه عقب ماشینتون بلغزه به سمت راست؟ میگه شما میخواییم بپیچیم به چپ، بعد عقب ماشینتون میره به راست، باید چی کار بکنید؟ قسمت سی جوابش استیر یعنی برانی، کیرفولی یعنی به دقت، رایت یعنی راست. میگه به دقت برونید به سمت راست، یعنی برعکسش برید. سوال 167، کلیر یعنی خالی، اسنو یعنی برف، بیفور یعنی قبل از، آیسم که یعنی یخ، استارتینگ یعنی شروع کردن، جورنی یعنی سفر، فریزینگ یعنی سرد، ودر یعنی آب و هوا. میگه چه باید شما انجام بدید و خالی کنید برف و یخ رو قبل از اینکه استارت بزنید به سفرتون در یک شرایط برفی. قسمت یا شرایط سرد. قسمت بی درسته، ده ویندوز. میگه ویندوهاتون رو باید خالی کنید، پنجرهاتون رو باید خالی کنید. 168، هلپ یعنی کمک کردن، ترینگ یعنی سعی کردن، مواف یعنی حرکت کردن، اسنو یعنی برف. خب میگه چه میتونه کمک کنه به شما وقتی که شما سعی میکنید که حرکت کنید بر روی برف؟ قسمت بی درسته، یوز یعنی استفاده کردن، هایرگیر یعنی دنده بالا، دنده بالا یعنی 3 و 4 و 5، نورمال یعنی به صورت طبیعی، میگه استفاده کنید دنده سبک رو به صورت نورمال. سوال 169، سوال 169 کلمه کلیدی اسنوی یعنی برفی، کاندیشن یعنی شرایط. خب میگه که چه باید شما انجام بدید وقتی که رانندگی میکنید در شرایط برفی. قسمت دی درسته، بریک جنتلی این پلنتی آف تایم. میگه که ترمزاتون رو به نرمی به آرومی بگیرید در زمان زیاد، در فاصله زیاد. میشه گفت زمان زیاد نه فاصله زیاد، یعنی پاتون رو یهویی نزنید روی ترمز، پاتونه با آرومی بذارید روی ترمز و با فاصله طولانی، با زمان طولانی، نه فاصله، ببخشید باز میگم فاصله. مین یعنی سوال 170، مین یعنی اصلی، بنفیت یعنی سود، منفعت، درایوینگ رانندگی، فور ویل یعنی چهار چرخ، درایو یعنی رانندگی، ویکل یعنی ماشین. میگه چه هست سود یا منفعت اصلی رانندگی با ماشینی که چهار چرخ داره؟ منظورش با وسایل نقلیه‌ایه که چهار چرخ داره. میگه چه منفعت اصلی داره با اینکه مثلا شما با مثلا دو چرخه یا موتورسیکلت بخوای رانندگی کنی، تفاوتشون چیه؟ چه دلیل اصلی و چه سود اصلی برای شما داره؟ قسمت A جوابش improved grip on the road. میگه که چسبندگی، گیرایی شما رو بهبود بهتری داره در رود، گیرایی بهتری در رود داره. ایمپروود یعنی بهبود
داشتن، بهتر بودن. گریپ یعنی گیرایی، رود یعنی جاده. بریم سوال 171. 171 گو یعنی رفتن، داون یعنی پایین، استیپ هیل جایی تپه مانند رو میگن، اسپید یعنی سرعت، ویکل یعنی ماشین. خب منظور سوال این رو میگه، میگه شما دارید میرید به سمت پایین در یه جای تپه مانند، چه باید شما انجام بدید برای کنترل سرعتتون با ماشینتون؟ میگه که برای کنترل سرعتتون باید چی کار کنید موقعی که دارید از یه سرا پایینی پایین میرید. قسمت سی درسته. سلکت یعنی گرفتن، لوگیر یعنی دنده سنگین، یعنی همون دنده یک و دو منظورشه، یوز یعنی استفاده، بریکس یعنی ترمز، ترمزها کیرفولی یعنی به دقت. میگه بگیرید دنده سنگینتون رو بگیرید، یا همون شماره یک و دو، دنده های یک و دوتون رو بگیرید و استفاده کنید از ترمزاتون به دقت. خب سوال 172. دو یعنی انجام دادن، پارکینگ یعنی پارک کردن، یور ویکل یعنی ماشینتون، فیسینگ یعنی روی، داون هیل یعنی به سمت پایین حرکت کردن. خب میگه که چه باید شما انجام بدید وقتی که میخواید پارک کنید ماشینتون رو روی یه داون هیل، یعنی بر روی یه سر و پایینی. موقعی که میخواید ماشینتون رو پارک کنید چی کار باید بکنید؟ قسمت A درسته. ترن یعنی چرخاندن، استرینگ ویل یعنی فرمونتون رو بچرخونید، توارد یعنی به سمت بیشتر، کربم یعنی جدول. میگه فرمونتون رو بچرخونید و برونید چرخاتون رو به سمت جدول، یعنی سر چرخاتون به سمت جدول باشه، چون به سمت سرا پایینی ممکنه اگه یه زمانی ترمزتون مشکل پیدا کنه ماشین حرکت کنه، ولی میگه اگه شما چرختون رو به سمت جدول بچرخونید این اتفاق نمیفته. موفق باشین تا سال بعدی.